سلام به دوره آموزشی ماندالا بررسی ریشه و فلسفه اون خوش آمدید. من زهره معزز هستم و در این آموزش شما را همراهی می کنم. ماندالا در واقع تصاویر پیچیده و زیبایی هستند که از گذشته تا به امروز در نقاشی دیده شده. به زبان سانسکریت به معنای دایره هست. و تصاویر دایره مانندی که در هنر سنگی و در قارها یافت شده ما میتونیم ماندالا رو ببینیم. در واقع یک سری اشکال هندسی متنوع و ظریف هستند. زرافت و پیچیدگی از اصول هنر ماندالا هست. و در هنر سنگی میبینیم که انسانهای اولیه تصاویری مانند خورشید و دایره مانند رسم کردند. و شروع کردن به اضافه کردن جزئیات به اون تصاویر اما اصل هنر ماندالا به شیوهی که امروز میبینیم از آینهای مختلف هندو بودا و در واقع میتونیم بگیم شرق دور شروع شده و از مفاهیم فلسفی و معنوی در اون استفاده شده همطور که میبینین این نقاشی یک نقاشی مربوط به هنر بوداییزم هست و بیشتر در معابد اونها رو رسم میکردن. توی هر آینی از شرق دور ماندالا معانی مختلفی داشته و تعابیر بسیار زیادی رو به خودش گرفته. مثلا بعضی ها اون رو معنایی برای مراقبه و تمرکز میدونن. بعضی اون رو برای اتصال به جهان خارج و کائنات میدونن. و بعضی اون رو نمایشی از چهار عنصر طبیعت میبینن اما هنر ماندلا وقتی که از شرق دور به غرب میاد در افکار و صحبتهای گوستاویون دیده میشه اگر میخواین در رابطه با روانشناسی و هنر ماندالا بخونید حتما کتابهای یونگ رو بخونید و تا به امروز که به هنر معاصر میرسیم در واقع توی هنر معاصر میتونیم بگیم که یکی از بیشترین استفاده هایی که از ماندالا میشه حالت تزئینی و زیبایی اون هست اما در هنر درمانی برای رفع استرس برای ایجاد تمرکز از افراد خواسته میشه که به طراحی و رنگ آمیزی ماندالا بپردازن حالا به نمادشناسی شناسی های ماندالا میپردازیم اصلی ترین شکل و پرکاربردترینش دایره هست دایره تعابیر بسیار مختلفی داره توی نماد شناسی یکی از تعابیر که برای دایره هست اینه که در واقع دایره یک شکل کامل هست و نماد تمام و کمال هست دایره رو نمادی از چرخه زندگی و مرگ میدونن نمادی از طبیعت نمادی از خورشید میبینن دایره نمادی از جهان بیرون و جهان درون هست و مهمتر از همه اون رو نمادی از کائنات و جهان کل میبینن مربع و مثلث سه شکل اصلی در هنرهای بسری دایره مربع و مثلث هستند که ما در هنر بدویم و مخصوصا هنر شرق دور استفاده زیادی میبینیم میکنن اون هم به لحاظ نماد شناسی ازشون استفاده میکنن مثلا مربع نماد زمین و ماده هست چهار عنصر طبیعت رو داره آب، خاک، آتش و هوا چهار عنصری هستن که زمین رو به اعتقاد گذشتگان تشکیل دادن و مثلث مثلث نماد توازن و هماهنگیه مثلث مستحکم ترین شکل بسری هست زوایای اون انرژی های مساوی دارن برای همینه که توی فلسفه ازش به عنوان نمادی از توازن استفاده میشه. یکی از اشکال بسیار مهمی که بسیار زیاد دیده میشه گل لوتوس هست با هشت پر که ما این رو در هنر شرق دور میبینیم و در هنر حخامنشیان و ایران هم میبینیم. در واقع در هنر بین و نهرن هم لوتوس دیده میشه. لوتوس نمادی از آگاهی روشنفکری هست. و به خاطر الگوی تکرار شوندش به درون نگری اشاره داره و نمایش رشد معنوی هست در هنر شرق یعنی اون کسی که به درجه لوتوس میرسه بالاترین حد معنوی رو به دست آورده ما امواج و برک ها رو زیاد میبینیم در واقع میتونیم بگیم که از عناصر اصلی هستن امواج که نماد آب هست و برگ ها هم نماد طبیعت هستند و به توجه به طبیعت اشاره داره یعنی انسان هر چقدر که به درون خودش نگاه میکنه باید بیرون و جهان اطرافش هم ببینه و درک بکنه تقارن و تکرار تقارن و تکرار در واقع یکی از کارهایی که باعث میشه فرد وقتی داره یه طرح میکشه یا رنگ میزی میکنه به آرامش ذهنی و تعمق برسه و نمایانگر اینه که از یک جزء بسیار کوچک یه خط کوچک میتونی شکلی بزرگ و پیچیده خلق بکنی با تکرار اون خط اگر به هنر شرق دور و هنر چین مراجعه بکنید سالهای سال هنرمند فقط تمرین میکرده که یک خط رو بکشه که شبیه هم باشه و با استفاده از کشیدن اون خطوط به شکلهای پیچیده تر می رسیدن. و مرکزیت معمولا از یک نقطه مرکزی شروع میشن و بعد پیچیده و گسترش پیدا میکنن و از یک نقطه همه چیز منشعب میشه اینها همه درکی هست که انسان از جهان اطرافش داره و اتکا به یک نقطه رو برای ما به نمایش میگذاره به این طرحهای قدیمی ماندلا نگاه بکنید یک نقطه شروع داره تکرار رو داریم میبینیم تقارن رو میبینیم در هر طرف همه اشکال به صورت مساوی قرار گرفتن امواج رو میبینیم برک ها که در اینجا قرار داده شدن ببینید این خطوط رو و دایره و مربع رو زیاد میبینیم مثلث رو ببینید در این هم به همین صورت چقدر زیبایی خلق میکنن با تکرار در اینجا طبیعت رو میبینیم نماد شناسی رنگ رنگ ها با توجه به اینکه به روان انسان ها ارتباط دارن از گذشته مفاهیم مشترک داشتن مثلا قرمز به عنوان نمادی از انرژی قدرت عشق شور و اشتیاق و انگیزه بوده زرد نمادی از شادی، خوشبینی، خرد و روشنایی، روشنفکری و تفکر مثبت هست. نمادی از خورشید هست. خورشید یعنی کاملترین عنصر جهان. خورشید نماد تفکر هست، نماد روشنگری هست. آبی نماد آرامش، حقیقت، صداقت، مانند آب روشن و آرامش درونی و ثبات درونی هست. و سبز هم نماد رشد و طبیعت هست تعادلی که در طبیعت میبینیم تجدید حیات هست سفید نماد خلوص، پاکی، روشنایی و معصومیت هست و سیاه نماد رمز و راز هست نماد قدرت و محافظت هست اینکه که وجود داره و ما باید به قسمتهای تاریک بریم و اون ناشناخته ها رو پیدا بکنیم و میبینیم که این رنگ ها رو با ترکیبندی عالی استفاده کردن ماندالا به صورت کلی چه مفاهیم رو درون خودش داره اولین مفهوم نماد کائنات هست توی فرهنگ شرق دور به کل هستی کائنات گفته میشه و نماد اون دایره هست نشان دهنده وحدت و بینهایتی هست هر انسان یا هر جزئی از این جهانی که میبینیم در درون کائنات قرار دارند در اتصال با کائنات قرار دارند و هر جزئی در درون خودش کائناتی داره این فلسفه شرق دور هست و برای همون ماندالاب رو نمادی از کائنات میدونن ارتباطی که بین انسان و جهان اطرافش هست و جهان بزرگی که درون هر انسان یا هر جزئی از این جهان وجود داره درون نگری، تراهان با توجه به جزئیات، با تکرار جزئیات و رسیدن از یک جز به کل به یک خودشناسی و درون نگری میرسن تعمق رو در یک اثر، در یک کار، در دنیای روزمرهشون رو یاد میگیرن ماندالا نگاه به درون هست یعنی شما یک طرحی رو میکشین که درونش پر از جزئیات هست و به ما نشون میده که باید به شناخت عمیقتری از خودمون و از جهان اطرافمون برسیم مراقبه و تمرکز که در شرق دور و در آین بودا و هندو و بقیه آین هایی که از اونجا نشعت گرفتن برای مراقبه و تمرکز و مدیتشن از ماندالا استفاده می تا بتونن به یک حس آرامش برسن و خودشون رو از دنیای پرتلاتوم اطرافشون جدا بکنن. حتی فردی هم که به ماندالا نگاه میکنه انقدر جذب جزئیات اون میشه که به تعمق آرامش میرسه. همونطور که گفتیم نقاشی ماندلا دورهای زندگی و طبیعت هست. مرگ و زندگی رو در خودش داره. نمایش از چرخه طبیعت هست. نمایش فصل ها هست. که به تغییرات و پیوستگی مداوم در جهان اشاره داره همه چیز در حال تغییر کردن هستند و در حال تبدیل شدن یک پارچگی، هماهنگی و تعادل به لحاظ ظاهری و زیبایی شناسی یک ماندالا دارای تعادل بسری هست همه چیز در تقارن قرار گرفته همه چیز باید از لحاظ شکل، از لحاظ رنگ در یک تعادل کامل قرار گرفته باشند و با وجود تنوعی که در طرحها و رنگ‌های اون هست، باز هم در یک کلیتی در کنار هم و در هماهنگی با هم قرار گرفتن. و نمایش اینه که اگر در جهان اطراف ما جزئیات با تفاوت‌های بسیار زیادی در کنار هم هستند، اما تمام این تفاوت‌ها در یک کل منسجم قرار گرفتن. و در تعادل با هم هستن. همینطور نظم و هرج و مرش توی جهانی که این همه هرج و این همه تفاوت وجود داره در کلیت این همه تفاوت و این همه هرج و ما نظمی رو در امور جهان میبینیم و داره اشاره میکنه به بیننده و به نقاش اون که در این همه شلوغی های جهان اطراف نظم اون رو کشف بکنه در شلوغی های درونش به دنبال نظمی باشه ماندالا پر از جزئیاته اما این جزئیات در یک نظمی در کنار هم قرار گرفتن و از جزئیات بسیار ریز طرحی بزرگ و زیبا میشه کشید ناپایداری توی نقاشی های شنی ماندالا بعد از اینکه اون همه زحمت میکشن و اون رو کامل میکنن سریع خرابش میکنن یکی از دلایلش اینه که به ناپایدار بودن و جهان اشاره داره این که با این که این همه زحمت میکشی این هم یادت باشه که این جهان فانی هست و با یک ضربه همه چیز از بین میره ببینید به سختی این جزئیات ریز نقاشی میشن از شنهای رنگی استفاده میکنن و اون رو به کل منسجم میرسونن حتی از نگاه کردن اون هم لذت میبریم ببینید اشکال مختلف رو چطور در کنار هم قرار گرفتن رنگ ها رو ببینید. جهان درون و بیرون. ماندالا در نقاشی های باستانی در کتاب های قدیمی مربوط به هندوستان و شرق دور دیده شده. حتی گفتم در هنر سنگی هم دیده شده. در شنهای رنگی که در تبت دیده شده و استفاده می کنن در معابدشون از این نقاشی ها. در نقاشی های اسلیمی ایران هم حتی ما رد پای ماندلا رو میبینیم همطور که میبینید تکرار خطوط انواج برگ ها دایره مربع همه دیده میشه توی نقاشی اسلیمی در معماری هم از ماندلا استفاده میکنن مخصوصا در معابدشون و گل لوتوس در معماری امروز مورد الهام معماران هست و تزئینات و زیورالات که خب داریم میبینیم توی جواهرات و تزئیناتی که در خونه ها هستن ترهای ماندلا رو درونشون به کار میبرن. به خاطر این هستیه خب این نقش ها زیبایی به خصوصی دارن. ببینید در معماری شهری برای تزین از ماندلا استفاده شده. در معابد قدیمی برای معماریش از ماندلا استفاده شده. شکل های تکرار شونده نقطه شروع مرکزیت رو میبینیم. تقارن و تعادل رو میبینیم. و در نقاشی های امروزی که خب برای هنر درمانی گفتیم استفاده میشه شخصی که در حال کشیدن ماندلا هست و یا اون رو رنگ میکنه به تمرکز میرسه احساس آرامش میکنه استرس هاش از بین میره در واقع نقاشی کردن ماندلا یک نوع مراقبه به حساب میاد و در تزیینات گفتیم که در خونه هامون در زیورالاتمون از نقاشی ها و طرحهای ماندلا استفاده میشه